سرخط خبرها مقام سابق صهیونی توان شکست حزب را نداریم دفاع تمام قد ایران از مقاومت یمن در سازمان ملل و اقدام خسمانی دولت فدرال کانادا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نام خدا و سلام به این بسته خبری از پیک خوش آمدید. معاون سابق رئیس سرویس های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شباک اعلام کرد که این رژیم توان مقابله با حزب الله و شکست مقاومت لبنان را در جنگی فرسایشی ندارد انتقادات از سیاست های کابینه رژیم صهیونیستی شدت گرفته و هر روز خبر میرسد که مقامات سابق و کنونی این رژیم به نحوه عملکرد نخست وزیر ابوزنای روی اسرائیل اعتراض دارند و آن را رسانهای میکنند این در حالی است که جنگ محدود با حزب الله لبنان نیز به سوی پیش می رود که به عقده کارشناسان و ناظران امور احتمال درگیری گسترده میان اسرائیل با مقاومت لبنان وجود دارد. برگزاری سما و نقل از اسرائیل حسون معاون سابق شباک که خطاب به سران سیاسی و نظامی اسرائیل سخن گفته این نوشت که درباره ورود به لبنان دروغ نگویید و خودتان را گل نزنید که توان شکست حزب را در جنگ فرسایشی دارید در همین حال آفی دختر ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی نیز ازمان کرد که ناکامی در مدیریت جنگ از 8 اکتبر 2023 تا به امروز نشان از این موقعیت دارد که خطر آن بیش از شکست 7 اکتبر است. زیرا ما راهبرد و نقشه راهی نداریم با این شرایط آیا می توانیم وارد جنگ در شمال شویم روزنامه صهیونیستی دیود آهارانوت نیز نوشت که از آغاز جنگ علیه نوار غزه تا کنون 20 هزار موشک و پهپاد از تمام جبهه ها به سمت فلسطین اشغالی شلیک شده است این رسانه افسود تهدیدهای هوایی به ویژه در جبهه شمالی به سبب موقعیت کوهستانی منطقه بسیار پیچیده است این روزنامه تاکید کرد که تصاویر با کیفیتی که حزب الله از پایگاه های حساس در حیفا منتشر کرده وحشت به دل سهیونیس ها انداخته و در جنگ روانی علیه آنها سهیم است. همزمان رسانی صهیونیستی ماریف به نقل از کنسول سابق رژیم سهیونیستی در لس آنجلس اعلام کرد که به اعتمادی کامل میان دولت آمریکا و نتانیاهو وجود دارد بدون چتر دیپلماسی و حمایت نظامی آمریکا اوضاع اسرائیل به مراتب بدتر خواهد شد به افسود ایتمار بنگویر و بزل لسموتریچ وزرای امنیت داخلی و دارایی رژیم صهیونیستی بر کابینه حیمنه دارند ما باید در قبال این دو حساسیت بیشتری داشته باشیم. پیش از این نیز دانیل هاگاری سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اگر سطح سیاسی جایگزینی برای جنبش حماس پیدا نکند، در آن صورت این جنبش باقی خواهد ماند. وی اعتراف کرد که حماس یک حزب اندیشه ای است که در دل مردم جای دارد و هر کس گمان می کند که ما می توانیم آن را از دل مردم ریشه‌کن کنیم، در اشتباه است. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی با وجود ناکامی این رژیم در تحقق اهداف جنگ علیه نوار غزه، مدعی شد ما به برچیدن گردان های حماس در نزدیک شده ایم. در خصوص موفقیت حزب در فیلمبرداری از پایگاه های مهم رژیم صهیونیستی در بندر حیفا با استفاده از پهپاد خود نیز ادعا کرد که ما پهپاد حزب را به دلیل حفظ جان شهروندان ساقط نکردیم سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس دوره شورای امنیت در مورد اتهامات ایالات متحده آمریکا درباره یمن آن را بیاساس خواند و گفت که ایران همواره بر حل مسالمت آمیز بحران یمن از طریق کانال‌های دیپلماتیک تاکید کرده است در نامه امیر سعیده روانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل به رئیس دوره شورای امنیت و نیز دبیر کل سازمان ملل آمده است که متاسفانه نماینده ایالات متحده در رو روی کرده همیشه گی این کشور از تریپون شورای امنیت برای متهم کردن دیگر کشورهای مستقل سوء استفاده کرده است سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نیویورک افزود که جمهوری اسلامی ایران به طور قاطع این اتهامات بیاساس را رد می کند جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد اعلام کرده که به قد های مربوطه شورای امنیت درباره وضعیت یمن متحد است و در فعالیت هایی که ناقض این قد ها باشد مشارکت نداشته است ایروانی اضافه کرد جمهوری اسلامی ایران همواره بر حل مسالمتآمیز بحران یمن از طریق های دیپلماتیک تاکید کرده و تعهد خود را و امنیت نوردی و آزادی, آزادی کشتیرانی ابراز داشته است او گفت ایالات متحده و شرکای ائتلافیاش اعمال تجاوزکارانه ای علیه حاکمیت و تمامیت ارضی یمن مرتکب شده و همچنان مرتکب میشوند که به طور فاحش قوانین بین المللی منشور سازمان ملل و قطعنامه های مربوطه شورای امنیت را نقض میکند این نقض های آشکار صلح و ثبات منطقه ای را به خطر میاندازد و تلاش برای دستیابی به یک راه حل مسلمت در یمن را مسدود می کند و بحران انسانی وخیمی که کشور را فرا گرفته تشدید می کند. دولت فدرال کانادا در اقدامی خصمانه و نابخرادانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای به اصطلاح تروریستی قرار داد نقل از روزنامه گلوب آن میل دومونیک لوبلان وزیر امنیت عمومی کانادا چهارشنبه شب در کنفرانسی مطبوعاتی این خبر را اعلام کرد نمایندگی پارلمان کانادا در ماه می با تصویب طرحی از دولت این کشور خواسته بودند تا سپاه پاسداران در این فهرست قرار دهد ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه بیستودوی اردیبهشت طرح مجلس عوام کانادا در تروریستی اعلام کردن نیروی رسمی نظامی کشورمان را حرکتی نابخردانه و خصمانه و مغایر با موازین و اصول زیرفته شده ی حقوق بین الملل از جمله برابری حاکمیت ها و عدم مداخله در امور داخلی دولت ها و مساق تعرض به حاکمیت و امنیت ملی ایران دانسته و را به شدت محکوم کرد سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که سپاه پاسداران همگام با دیگر ارکان نیروهای مسلح مسئولیت پاسداری از امنیت ملی و مرزهای کشور و نیز کمک به امنیت و ثبات پایدار در منطقه از طریق مقابله با پدیده شوم تروریسم را بر عهده کره جنوبی از معاهده شکل گرفته بین روسیه و کره شمالی که در صورت وقوع جنگ یک طرف را متحد به کمک به دیگری می کند ابراز تاسف و نگرانی شدید کرد به نقل از خبرگزاری یونها لیم سوسوک سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی روز پنجشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که ابراز تاسف می کنیم که به رغم هشدارهای مکرر از سوی جامعه بین المللی روسیه و کره شمالی یک معاهده شراکت راهبردی جامعه امضا کردند و این معاهده به طور علنی به هم کاری فناوری نظامی که قدنامه های شورای امنیت سازمان ملل را نقض می کند اشاره دارد. سوسو گفت که کره جنوبی با همکاری با جامعه بین المللی از جمله متحدان و کشورهای دوست به هر اقدامی که امنیتش را تهدید کند به شدت پاسخ خواهد داد انتظار می روید که دولت سئول اواخر امروز جلسه شورای امنیت ملی را برای بررسی نتایج نشست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جون اون رهبر کره شمالی برگزار کند بر اساس این گزارش پوتین روز چهارشنبه به دنبال امضای توافق مشارکت راهبردی جامعه با کره شمالی اعلام کرد که مسکو و پیونگیانگ متعهد شدند که در صورت حمله به یک طرف طرف دیگر به کمک آید وی در پایان مذاکرات با رهبر کره شمالی در پیونگیانگ تاکید کرد که مسایل امنیتی و بین المللی بخش بزرگی از مذاکرات را به خود اختصاص داد ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید